یه اختلافات بین مؤسس یعنی مسئول مرکز که بخش خصوصی از مرحوم مسئول مرکز شبانه روزی سالمندان علی علیه السلام بروجرد با بعضی از شهروندان اونجا یه اختلافاتی داشتن، به این منجر شد که به این شکل یه فیلمی تهیه بشه. اگر توجه کرده باشید باز این خود فیلم فکر میکنم از دوربین های همین مرکز استخراج شدن، با هماهنگی یکی دو نفر از پرسنل که فیلمی تهیه کنند و ضربه‌ای بزنن به مؤسس. ما توضیح خواستیم، حتی تذکرم بهش دادیم چون دوابط خودمون رس برخود بکنیم با مسئول مرکز. توضیحاتش این چنینی بود که این خانم فلانی با من ضدیت داشته، دو تا از پرستارا و نگهبان رو تصمیم کرده که این فیلم این گزارش رو تهیه کنن که ضربه به من بزنن. ما گفتیم علارغم این گفته شما ما خیلی قبول نداریم، شما باید برخورد بکنی، شاکی بشی از افرادی که این کارو کردن. زمین ما به خود تذکر میدیم چرا اینجور افرادو به خارگیری کردی. بازم به خدمت این خانم شاکی شد در دادگستری بروجرد و البته هر سه نفر رو هم اخراج کرد، هم اون نگهبان و هم دو نفر پرستار داشت که در واقع همدست بودن به قول خودش با اون خانم که معارض ایشان بودن. به هر تقدیر این پرونده به دادگاه بروجرد رسید و اونجا افراد ظاهر به جرم ضرب و شتم عمدی بدون اثر در واقع، یعنی خیلی مثلا عارضه برای سالمندان الحمدلله نداشته، محکوم میشه به چند روز بازداشت و با احتساب بازداشت به 30 ضرب شلاق. این مخصوصش انجام شد و خلاصه پرونده مختومه شد و اخیرا نمیدونم با چه انگیزه ای بعضی از افراد این رو دوباره در فضای مجازی بارگذاری کردن و اشاعه دادن. موسیقی